جریان تقابل‌گرا یک جریان خودشیفته است. جناب آقای سردار مجید جانشین محترم سپهر فروزنده ماه و بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی میخوایم بخش خصوصی رو در واقع حرکت بدیم، تعنیت و جایگاه ژئوپلیتیک به تعهداتش طرف مقابل به آنگونه که باید در واقع عمل نکرده، اما این عمل نکردن در واقع زمان زیادی برای تصدیح شدن و هموار شدن فضای بین‌المللی طول نخواهد کشید، چرا که افکار عمومی جهان پذیرفت که ایران اراده مصممی برای تعامل سازنده با جهان دارد، پذیرفت که ایران تحریم‌هایی که وجود داشته تحریم‌های واقعا ظالمانه بوده و پذیرفت که در واقع ایران برای تعامل در واقع کاملا سازنده با جهان آمادگی داره. تلاش میکنم ببرن تو جاده، رفت بالا ازش کم میکنم تو جاده باید حرکت کنم. واقعیت اینه که روند پولی در دنیا شفافه، در بانک های ما مشکلاتی داره، تا این مشکلات حذف نشه اتصالش با مانع مواجهه، به برجام هم یعنی به اون عدم تعهد اونها ارتباط نداره، باید به هر حال روند به اصطلاح اخذ و یا انتقال مشابه بشه که بتونن به هم دیگه وصل بشن. بگو که این اصلا چه سهمی توی مشاهده نشدن بانکی داره و برای اینکه اگر یک کشوری، یه بانک کشور خارجی بخواد با ایران به این وسعت با این بازار بزرگ کار بکنه، بایستی بانک‌های این کشور رو در چارچوب شرایط خاص این کشور ببینه و تصمیم بگیره. یعنی تو مذاکرات بانکی همیشه ما این رو به طرفای خارجی میگیم که مثلا اگر توی کشور دیگه نسبت معوقه ها 2%، شما نباید الزاماً همون رو در اینجا هم توقع داشته باشید. هر کشوری رو شرایط خاص خودش رو باید در نظر گرفت. این مفهومش نیست که نسبت های مالی بانکانی نباید بهبود پیدا بکنه، یه ضرورت بهبودش، اما در مجموع این مانع رو به دو طریق باید برداشت. یک، از طریق داخل و از طریق بهبود نسبت‌های مالی و اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها. دو، از طریق ایجاد اقناع در طرف خارجی. مثل موبایل که اول کوچیک شد بزرگ شد دارته. آره. Thank you.